أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به بهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن هو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. مطالب مونده که از آیات قبل باید مطرح بشود این است که کسانی که مخلصن مقام خود را حتما مشاهده میکنن، گاهی ممکن است علم تفصیلی به مقامشون نباشد یا علم به علم نباشد، ولی اصل اخلاص را که واجد هستن یقینا با علم شهودی دارن. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که از مخلصین بود به اخلاص خود واقف بود. حالا تفصیل در اخلاص علم به علم ممکن است گاهی ضعیف باشد، گاهی قوی باشد و مانند، وگرنه اصل مخلص بودن او برای اون حضرت معلوم بود. مطلب دوم آن است که کسانی که سابقه گناه دارن با لاحقه توبه حل می شود و این شخص به مقام عدالت می رسد، اما به مقام عصمت کامل که همه دوره را تأمین بکند نخواهد رسید، چون معصومی که باید از اول تا آخر عمر پاک باشد با کسی که سوء سابقه دارد هرچند بعد توبه بکند اون عصمت حاصل نخواهد شد. لذا وجود مبارک است امیر المؤمنین سلام الله علیه در وصف است رسول صلی الله علیه و سلم اونطوری که در یکی از خطبه های طولانی نهج البلاغه آمده است این است که فرمود خدای سبحان روز مبارک پیغمبر را از دوران کودکی در تحت تدبیر و تربیت دو فرشته عظیم الهی قرار داد که از همون دوران سبابت و کودکی راه طهارت را طی کند. بنابراین اگر کسی سابقه گناه داشت معصوم نمی شود، با توبه عادل خواهد شد. بله همین است. لذای کسی قبلا گناه کرد دیگه معصوم نخواهد بود، ولو توبه هم بکند میشه عادل نه معصوم. معصوم اون است که سابق و لاحقش نورانی و طاهر باشد. مطلب بعدی آن است که عرب فصاحت داشت، بلاغت داشت، اون سبع معلقه و اینها هم شاهد زنده است، لکن چند مشکل علمی و عملی داشت. اولا این مواد خامی که مربوط به فصاحت و بلاغت بود اینها در اذهان و سینه ها و ابیات اینها ظهور میکرد، به صورت کتاب مدون علمی نبود. ثانیاً قواعدی در کار نبود که اینها به استناد اون قاعده این علومشون رو پای ریزی کنن، بلکه ذوق بود و بازار اوکاز بود و داوری ادیبان و فصیحان بود، اما برابر ذوق نه برابر یک دیوان و کتاب و قانون مدون. اسلام که آمد وجود مبارک است امیر سلام الله علیه قواعد و قوانین ادبی را برای اینا تعیین کردن، اسم چیست، فعل چیست، حرف چیست و نحو صرف هم تو همین سه کلمه دور میزنه، باب الاسم، باب الفعل، باب الحرف و ماننده. این یک کار بود که اسلام این مواد خام را جمع کرد به صورت قواعد علمی در آورد
وقتی قواعد علمی باشد انسان مواظب زبان و گفتارش است. منطق برای این است که انسان درست فکر بکند. ادبیات برای آن است که انسان درست حرف بزند، درست بنویسد. و سهم تعیین کننده هم ادبیات در تبلیغ دارد. وجود مبارک موسی به ذات اقدس اله عرض کرد پروردگارا اون عنصر مهم تبلیغ که بخش ادبی است برادر من از من بهتر دارد و افسه منی لسانه. ما میخوام با مردم حرف بزنیم، سخنرانی کنیم، محاوره کنیم، گفتگو کنیم، احتجاج کنیم. یه ادبیات روشنی میتربه. اون فصاحتی که در برادرم هارون سلام الله علیه هست تو من نیست. هو افسه منی لسانه. یه وقت از انسان میخواهد با خدای خود مناجات کند، اونجا مسئله زهد و تقوا و خلوص و اینها کارسازتر است. یه وقتی میخواد با مردم سخن بگوید، برای مردم حرف بزند، کتاب بنویسد، بالاخره باید از فرهنگ محاوره به بهتری وش با خبر باشد. عرض کرد چون او افسه هست منی لسانن، او رو به همراه من بفرست که مشکل تبلیغ ما حل بشه. بنابراین فصاحت یه نعمت خوبی است و اونها هم داشتن، لکن قواعدی برش نبود، کتاب مدونی هم نبود. به اسلام که آمد قواعد و کتاب مدون درست کرد. این یه کار فرهنگی، فنی و علمی. یه کاری هم مافوق این کرد و این است که این الفاظ را حفظ کرد، این معانی را حفظ کرد، به مردم فهمود به این که این الفاظ و این مفاهیم تنها مصادیق مادی ندارن، مصادیق مجرد هم دارن. یعنی اگر یه وقتی به شما گفتن چراغ، مصباح، شما این واژه مصباح را هم به کار میبری، اما این مصباح از همه اون شمع گرفته تا اون هیزومی که بشر روشن میکرد در ادوار گذشته، اونم برای اونها شبانه مصباح بود، شمع هم مصباح بود، فانوس هم مصباح بود، چراغ‌های دیگر مصباح بود، علم هم مصباح است، عقل هم مصباح است. اینا دیگه تو عرب جاهلی نبود. با آمدن آیات نظیر الله و نور السماوات بر عرض فهمیدن که نور دو قسمه، یه نور شمع و شمس و قمر و امثال ذالک است، یه نور معنوی است. ترازو را عرب میفهمید، میزان را میفهمید، وزن را میفهمید، موزون را میفهمید، توزین را میفهمید، همه اینها معنی مشخص داشت. اما وقتی اسلام آمد مصادیق نو عرضه کرد، نه مفاهیم نو، مفهوم جدیدی نیاورد الا ناشزده و ندر، اما مصادیق نو آورد. فرمود این که شما وزن دارید، موزون دارید، میزان دارید، همه اینها در محدوده اجرام مادی نیست. شما یه وقتی نان و گوشت و مواد غذایی رو میسنجید، بله یه ترازویست مادی، یه سنگیست وزن، اون کالا موزون است. اما اعمال شما را، عقاید شما را، اعتقادات شما را، فضائل نفسانی شما را در قیامت میسنجند. نه اونجوری که شما این مواد غذایی را میسنجید، اونجور عقیده و ایمان شما را بسنجند. شما با سنگ و مانند آن این کالاها را میسنجید، ولی در قیامت وقتی بخواهن عقیده، اخلاق، رفتار و گفتار شما را بسنجند، با سنگ نمیسنجند. والوزنو یوم اذن الحق، نه والوزنو یوم اذن حق، نه وزنی هست. اینی که تو تلقین میت میگن اون بدون الف لام است. النار حقا و الجنه حقا و الموت حقا، یعنی اینا ثابت است، اصل است، یقینی است. آیه سوره اعراف نمیخواد بفرماید که وزن در قیامت هست، میخواد بفرماید وزن حق است، یعنی با حق عقیده را میسنجن. والوزن یوم اذن الحق، نه والوزن حقا. خب این مصداق جدیدی است برای مردم. به مردم مخصوصا اعراب فهمود به این که شما که ترازو میشناسید، وزن میشناسید، موضوع میشناسید، همین الفاظ هست، همین مفاهیم هست، منتها مصادیقش فرق میکنه. مصداق گاهی مادی است، مثل همین ترازویی که تو بازار هست و با این ترازو شما پیاز و سیب زمینی رو میسنجی. یه ترازوی دیگری است که اونم ترازو است، میزان است، مصداق میزان است.
وزن دارد، اونم مصداق وزن است. موزون دارد، اونم مصداق موزون است. عقیده شما را در یک کفه میذارن، حق را در کفه دیگر میذارن، با اون میزان حقیاب میفهمن این عقیده شما حق بود یا باطل. اینا یه چیزی نبود که در اعراب جاهلی راه داشته باشد. اونا به ملائکه معتقد بودن، اما ملائکه را مؤنث میدونستن، گفتن دختران خدایان. اسلام آمده گفته سخن از بنت نیست، سخن از ابن نیست، ممکن است یه موجودی باشد نه مذکر نه مؤنث. برای اعراب جاهلی این حرفا روشن نبود که مگه میشه یه چیزی موجود باشه نه مرد باشه نه زن، حیات داشته باشه، حرف بزنه، خدا را عبادت بکنه، اما نه زن باشه نه مرد. گفتن بله میشه موجود باشه، حیات دارد، نه زن است نه مرد، چون موجودی است مجرد. اینا مصداق اون مفهوم است که مصداق نوعی است. اینا رو میگن فناوری دین. از این قبیل فراوان است که همون و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. بعد در بعضی از روایات خود ائمه علیهم السلام میفرمودن مگه شما عرب نیستید، از لغات عرب کمک نمیگیرید، ما هم عربی باشون سخن میگوییم. در ذیل آیه انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، فرمود شما این آیه رو خوب گوش بدید، فرمود انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. این انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون معناش این نیست که شما هر کاری بکنید فرشتگان و کرام و کاتب می نویسن. اون انا علیکم لحافظین کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، یک ان رسلنا لديهم يكتبون ما يفعلون. دو این گونه از آیات ناظر به این است که انسان هر عقیده، هر فکر، هر قول و عملی داشته باشد فرشتگان می‌نویسند. حالا چی می‌نویسند بحث خاص خودشون داره. اما این یه طایفه دیگه است. این فرمود انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. فرمود می‌دونید آیه چی می‌خواد بگه؟ میخواد بفرماید به این که یه نسخه اصلی است که پیش ماست و پیش خداست که ما از اون با خبری. اون چرا که شما عمل میکنید استنساخ از رو اون اصل است. ما اون چرا که شما عمل میکنید استنساخ میکنیم، نه روی کار شما نسخه برداری بکنیم، نه نستنسخو اما کنتم تعملون مما کنتم تعملون. ما الان به چی میگیم استنساخ؟ میگیم اگه یه نسخه اصلی باشه، یه نسخه قدیمی باشه، رونویس بکنیم، میگیم استنساخ کردیم از او، یعنی از اون کتاب یه نسخه برداشتیم. اما نمیگیم انا نستنسخهو، میگیم نستنسخو منهو، از اون نسخه میگیریم. فرمود در این آیه خدای سبحان میفرماد به این که انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون، یعنی تمام عقاید و اخلاق و اعمال شما این نسخه دومه، این استنساخ شده است، یه اصلیست پیش ما که از او ما داریم نسخه برداری میکنیم. اون وقت این استنساخ عبارت قلم زدن اینها نیست، متن عقیده و اخلاق شما این نسخه بدل و نسخه دومه، اون نسخه اصلیست. حالا که شما انجام میدید، یه عده فرشته ها هستن که متن کار شما را مطابق با اون نسخه اصل میکنن، یه عده هستن که ملائکه دیگر هستن که اونا می نویسن که شما چه کار کردید. اونا این نسخه دوم را می نویسن، ماها اصل کار شما را از اون نسخه اصل نسخه برداری میکنیم. شما میدید برای یک طلبه که 10-15 سال درس خونده است یقینا الان خوب حل نشد، یه 18 باری با دادن بگه، 18 بار اون آیه رو بخونه، 18 بار اون روایت رو بخونه، 18 بار اشکال بشه تا معنای این جمله روشن بشه که حضرت فرمود اول استم اوروبا، مگه عرب نیستی؟ خدا که نمیگوید ما اون چه که شما میکنید مینویسیم، اون رو تو آیات دیگر میگوید. و اینجا هم نمیگوید نستنسخو اما کنتم تعملون، و همود انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون. اول استم عربا، مگر عرب فصیح نیستی؟ خب اینا جزء مطالب است که جزء یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست. بنابراین وقتی قرآن آمد
هم اون مواد خام ادبی را اولا قانون داد، به صورت کتاب درآمد و غالب این کتاب های نحو و صرف و معانی و بیان اینها بعد از اسلام نوشته شد، و هم مصادیق نو ارائه کرده است، حرفای تازه آورد. وقتی فرمود الله نور السماوات این است، وقتی فرمود دین صراط است این است، فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی این است. اونا خیال میکنه هر چی راه است همین راه زمینی یا هوایی یا آسمانی است، اما راهی بیرون از زمین و هوا و آسمان او را از راه نمیدونستن، میزان را منحصر در مسائل مادی میدونستن. این تأثیر وحی در پرورش علوم ادبی قرآن کریم است، به همراهش معارف دیگران. اما اینکه حالا علوم ادبیات جزء علوم عقلی است، خیر، جزء علوم نقلی است و جزء علوم ضعیف است، منتها عقل یه چراغ خوبی است، مصباح الادب است نه مفتاح الادب. مفتاح الادب لغت است و مانند آن، اما این عقل یه چراغ خوبی است، میگردد ببیند که کدوم محمول به کدوم موضوع سازگار است، کدوم فعل به کدوم فاعل سازگار است. یه وقت کسی که عاقل و فرزانه باشد به متن قرآن، به متن روایت، به متن آیه دیگه بررسی کند، این چراغ دستشه. وقتی چراغ دستشه میفهمد که این محمول مال کدوم موضوعه، این موضوع مال کدوم محموله. چراغ که مبتکر نیست، از چراغ کاری ساخته نیست، او چیزی تولید نمی کند، ولی این روابط خوب میفهمد که اونجا چرا اینجور گفته، اینجا چرا اینجور گفته، اونجا چرا این مقدم داشته، اونجا چرا این مؤخر داشته. این چراغ دستشه. کسی که چراغ دستش نباشد همینجور فرعی رو معنا میکنه، فرقی نمیکنه برای او که بگه که نستعین رو بکه یا ایاک نستعین. اون ازش حس میفهمن، توحید میفهمن. اون که چراغ دستشه میفهمه اینی که بعد از نماز بگن لا اله الا الله وحده وحده وحده، این تکرار برای تأکید نیست، این تأسیس است نه تأکید. لا اله الا الله وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلن. اونی که چراغ دستش نیست خیال میکنه این تکرار است تو برای تأکیده. اونی که میگه تأسیس اولاز، چراغ دستت باشه، میفهمی که این سه کلمه است تو سه تا معنا دارد، سه تا مصداق دارد. بنابراین عقل مصباح ادبیات است نه سازنده ادبیات، برای اینکه جزء علوم عقلی نیست. این پایین تر از آن است که عقل مستقیما دخالت کند. علوم عقلی حکمت است و کلام است و مانند. خب نقشی که این آیات دارد این است که یک کمی انسان را اول عاقل میکند، بعد شواهد ذکر میکند. این کتاب شریف متول گوشه ای از این حرف ها را به عهده دارد. تو بحث مجاز و حقیقت اونجا روشن کردن که مجاز دو قسم است، یا مجاز در کلمه است که باید بحث بشد که آیا این لفظ برای معنا وضع شده است یا نه. یه وقت مجازی در اسناد است، اونجا گفتن مجاز لغوی داریم و مجاز عقلی داریم. اونجا که مجاز عقلی داریم یعنی عقل مصباح ادبیات است، چراغ دستش است، میفهمد ان بتر ربیع البغل، این مجاز است. به دیگری که بگی میاد به این که انبت فعل و عربی فاعل و دیگه بر او روشن نیست، میگر بهار رویانی. این که میگوتن مهرداد، مهرداد از همین قبیل بود، بهار رویانی. تو متول آمده بررسی کرده که شما این انبت ربیع البغ رو به کی میخواد بدید و گوینده کیه. اگه موحد ناب باشد میگوید انبت ربیع البغ مجاز عقلیست، اسناد الى غیر ماهوله است، مثل جرال میزاد. برای اینکه بهار که منبث نیست، مبدع فاعلی نیست، اون بهار زمان است، این بغل متضمن است. مگر زمان متضمن را به بار می آورد؟ یک زمان آفرین لازم است، یک متضمن آفرین لازم است تا انبات رو کند. پس اسناد انبات به موادی عالیه حقیقی است، اسناد انبات به ربی میشه مجاز. اما به دیگری که بگی میگه فرق ندارد انبت فعل ربی فاعل، حالا کجا مجاز عقلی است کجا مجاز عقلی نیست؟ اون که چراغ دستش است میفهمد کجا مجاز عقلی است، اون که چراغ دستش نیست همینجوری با فعل و فاعل معنا میکند. تا چراغ چه چراغی باشد، مثلا الانسان موجود، این الانسان موجودان را شما وقتی به یک ادیب عادی بدید میگد این الانسان مبتدا و موجودان خبر. یه قدری جلوتر برید به منطقی عادی بدید
میگید این رو شما ترکیب کنین چه حملیست، اونجا دیگه فقط مفتاح خبر نیست، سخن از موضوع محمول است. ادیب به دنبال مفتاح خبر است، چون کارش حرکت است و اعراب است و بنا. او سخن از حمله اولی و شایع اینها ندارد. مشکل ادبیات رو همون حرکت حل میکند. او به دنبال مفتاح خبر است. البته اگر چراغ عقل دستش باشد جور دیگه فتوا میدهد. اما بالاخره ادیب با مفتاح خبر کار دارد، نه با موضوع محمول. منطقی با حمل و موضوع و محمول اینا کار دارد. وقتی ازش سوال بکنید که الانسان و موجودون این هم چه همیست، میگه حمل شایع است. کدوم موضوع است کدوم محمول، میگه الانسان موضوع است موجودون محمول. یه قدری که جلوتر برید به حکیم بدید، از حکیم سوال بکنید که الانسان موجود رو برای ما ترکیب بکن، باید بگه الانسان خبر مقدم، موجودون مفتاح و آخر، الانسان محمول، موجودون موضوع. چون وجود است، دست وجود است که به این تعینات ماهوی در می آید، وجود است که همه بارها رو می کشد. خب این کجا و اون کجا؟ یه قضیه است. در سه مقطع به سه نفر که می دید سه جور می فهمند. اینه در طول همه. اون که به دنبال رفع اون است، پس میگه انسان مبتدا و موجودان خبر. اونی که به دنبال حمل است میگه انسان موضوع است و موجودان محمول. اون کار به این حرفا ندارد که، اون به واقع می نگرد، میگد این لفظ از واقع حکایت میکند و در واقع این وجود است که بار ماهیت را میکشد، این هستی است که این تعینات را دارد. این تو لطائف فرمایشات هم میرداماد هست، تو حکمت متعالی که فراوانه، که نمیشه عکس هم. بنابراین همه اینها را هم این دین به ما آموخت. این میشه به یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه. اونی که بارها را به عهده میگیرد او در حقیقت موضوع است، نه اونی که جلو افتاده. اونی که جلو افتاده برای ادیب ممکن است که مبتدا تلقی بشود، ولی برای حکیم این چنین نیست. حکیم نمیگذاره هر کی جلو بیفته، هر کی دنبال بیفته، اون که جلو افتاده بشه موضوع، اونی که دنبال افتاده بشه محمود. خب تو معنا کردن آیات هم همین طور است. شما وقتی به زمخشری میدید میبینید یه جور از همین آیه استفاده میکنند. کل آیات قرآن را هم در یه محدوده مشخص میکنند. اما حالا این معارف بلند که یکی مخلص است و از هفت هشت راه اسمت وجود مبارک هستی یوسف در میاد، این که تو هر تفسیری نیست که. فخر رازی هم چون سبقه کلامی دارد و کارهای عقلی هم انجام میداد، گرچه فلاتاتی دارد، او میتواند این راه ها را طی کند. میگوید از هفت هشت راه میشه اسمت یوسف را ثابت کرد. یعنی تمام کسانی که تو این صحنه دخیلن همشون به اسمت یوسف گواهی دادن. اینها رو از یک کسی که فقط دنبال ادبیات میگردد نمیشه توقع داشت. خب پس عقل مصباح این ادبیات هست، میفهمد، نه اینکه مبتکر اینها باشد، چون این علوم علوم عقلی نیست. مطلب بعدی آن است که حالا این لقد همت بهی و همه بها، گرچه تطبیق شده است بر اینکه او خواست بزند، ای خواست دفاع بکند، یا خواست مثلا بالاتر از دفاع اینم بزند، اینا قابل هست، ولی اون شواهد لبی که این کلمه را همراهی میکند هم در همون جریان مراوده است. واژه مراوده هم از اون واژه پرباری نیست که حالا مثلا یه مطالب نوری هم به هم داشته باشد. این راد یرودوس که رائد هم از همین قبیل است، کسی که رفت آمد میکند برای اینکه با خبر بشود به دیگران هم آگاه بکند. رائد قوم کسی است که پیشاپیش قافله حرکت میکند تا جای نزول قافله بفهمد کجا آب هست، کجا علف هست، کجا مرده هست، کجا سبزه هست، کجا چشمه هست، که این قافله بارانداز کند. اما این راوتهو سنراودو انهو اباهو، پنج شش بار این کلمه مراوده تو همین سوره تکرار شده است. یعنی ما رفت و آمد میکنیم تا فکرش جلب بکنیم. این کار را اون زن کرد، ولی وجود مبارک یوسف سلام الله در همه حالات پرهیز داشت، هرگز همچه کار نمی کرد. فرمود این ولقد راودته رو اونا انجام دادن، هرگز وجود مبارک یوسف این کار نکرد. سری که در باره هست یوسف فرمود به کذاره که نیزر محسنین، به تفصیل احسان وجود مبارک یوسف ذکر نشد، اما از اجمالش میشه فهمید که از سوابق خوبی که وجود بارک یوسف سلام الله داشت، خدای سبحان او رو به این مقام بالا رسون که یکی از اونها همون صبر و بردباری و تحملی بود که تو شاه داشت.
و جزه نکد، ناره نکد و صابر بود و به این امتحان الهی هم تن در داد و کذالکه نجز المحسنین. اما بطله بعدی که آیا این برهان رب همون لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد است یا نه، گرچه فضل الهی و رحمت الهی باعث نزاهت اخلاقی است، اون توفیق خداست، ما بکن من نعمت فمن الله، اما این در جهاد اکبر است نه در جهاد اوسط، این بالاتر از آن است. گاهی جهاد اوسط را با جهاد اوسط حل میکنن، نظیر این که یه وقتی نیروی زمینی دارن با هم مبارزه میکنن، خب یه نیروی قوی تری میآید این نیروی زمینی را تقویت میکنن، یه وقتی با نیروی هوایی نیروی زمینی پشتبانی میشود، از بالا پشتبانی میشود، اون دیگه در عرض این نیست. تو جهاد اصغر گاهی چهار تا سرباز تازه نفس میان این سرباز خط مقدم رو یاری میکنن، اینه در یه سطحن بالاخره همشون زمینی هن. یه وقتی از یه نیروی هوایی پشتیبانی میشود این نیروی زمینی تقویت میشود. این جریان جهادهای گوناگون همینطوره. الان اینجا وجود باره که یوسف سلام الله علیه از اون جهاد اکبر کمک گرفته، مشکل جهاد اوسطش حل کرده، مثل که نیروی هوایی از بالا آمده و مشکل رو حل کرده. یه وقت است کسی خوفا من النار است که شوقا الی الجنه است، میشه اخلاق، اما این که اخلاق نیست. فرق اخلاق و عرفان این است که اخلاق مادون فلسفه است، موضوعش فلسفه تعبیر میکنه، جزء علوم جزئی است، در محدوده بد و خوب است و بهشت و جهنم و علم حصولی و استدلال. عرفان فوق فلسفه است، سخن از فهم نیست، سخن از شهود است. سخن از این نیست که اگر این کار نکردی جهنم میری، سخن از این است که اگر این کار نکردی خدا را میبینی. اون میشه عرفان، این میشه اخلاق، بینشون هم فلسفه است. این چی نیست که اخلاق و عرفان در یه وادی باشه یکی یه قد جلوتر، این طور نیست. این زیر فلسفه است، جز علوم جزئی است و وامدار فلسفه است، موضوعش رو بسیار چیزاش رو با فلسفه تعمیل میکنه. روح هست، روح مجرد است، شؤون علمی و عملی دارد، سعادت و شقاوت دارد، اینا رو فلسفه ثابت میکنه. بعد به علم اخلاق میده، میگه شما دربارش بحث بکن، به چه دلیل حسد برای روح بد است، یه طبیه دیگه، باید ثابت بشود که روح موجود است و شؤونی دارد و نظر و عملی دارد و سعادت و شقاوتی دارد و ابدی هست و بعدش جا برش بده، بعدش جا برش خوبه. اینا رو فلسفه ثابت میکند، بعد به فن اخلاق میدهد، در فن اخلاق ثابت میکند که غیبت ضررش برای روح اینه، غیبت حرام است، میشه فقه، غیبت یک ویروس و خوریست برای نفس، این میشه علم اخلاق. تو فقه که نمیگن چی کار بکن که مبتلا به غیبت نشی، که اگر مبتلا به غیبت شدی، مبتلا به این بیماری شدی، راه درمانش اینه، راه جلوگیریش اونه، اینا که تو فقه نیست. که تو فقه این است لا یقتب بعضکم من بعض، غیبت حرام. یک گوشی از این بحث را چون مبتلا به حوزه بود، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو کتاب شریف مکاسب تو بحث غیبت با اعترافی به این که این بحث دیگه حالا از بحث فقه داره میره بیرون، اونجا مطرح کردن که منشأ غیبت احساس کم بود است، چه چیزی باعث میشه که آدم غیبت میکنه. اول اعتراف کرده که بحث دیگر از فقه رفته بیرون، اخلاق یه طب است، فقه میگه که این چیزی که بر تو ضرر داره حرامه، اگر این روزه بر تو ضرر داره حرامه، اگر این غذا بر تو ضرر داره حرامه. اما حالا طب میگه میدونی چرا ضرر داره؟ از کجا پیدا شده؟ پیامدش چیه؟ حالا یا میخواد بخوری یا میخواد نخوری، ولی اینه. اخلاق مثل طب است، فقه فقهه، طب است، فقه فقهه. فقه میگه اینو نکن، اونو بکن. طب میگه میدونی اگر بکنی چی میشی؟ قبلا چی بودی؟ بعد چی میشی؟ تو دستگاه گوارش چه اثر میذاره؟ تو قلب و مغز چه اثر میذاره؟ تا کی آثار سوءش ظهور میکنه؟ راه درمانش چیه؟ این میشه طب. طب روحانی هم همونه، اونم فن است، اونم علم است. اما عرفان اینه که انسان به این سمت و سو بره که لتربون الجحیم باشه، ما کنتو اعبد ربا لم اره باشه، اعبد الله کانک تراه باشه، تو این فضاست. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه با اون سایه افکن هوایی و نیروی هوایی مشکل زمینی خودش حل کرد، چون رعا برهان ربهی دست از این کار برداشت.
و اصلا نگذاشت این کار به طرف او بیاید. او که به طرف کار نرفت که، اون زن خواست این کار رو به طرف این بیارد، نتوانست بیاورد. لولا ان رعا برهان ربه، نه یکیست منتها این یکی آیا مراوده است کما هو ظاهر، یا ضرب و امثال ذالک است کما احتمل و بعضی ها خواستن تفسیر بکنن به روایتی که از بیوت مبارک امام رضا سلام الله علیه شدن. توجیه اینه، او هم کرد که ایرو بزند به گرفتار کند، وجود مبارک یوسف هم همه به ها که دفاع بکند بزند اینا. وحدت سیاق نشون میداد که مورد اهتمام از یک سنخ است، اما اون یک سنخ مراوده قبلی است یا امور دیگر، ظاهرش مراوده است. عمدان است که اون زن همتش به فعلیت رسید، اما وجود مبارک یوسف سلام الله علیه چون تعلیق بر اون شد، چون برهان رب را دید همت نکرد و همه بها لولا ان را برهان به. نه، در بحث دیروز روشن شد که سوره مبارک قصص از همین قبیل است، این کادت لطب دید بهی لولا ان ربتنا على قلبها، که جواب لولا قبل از خود لولا ذکر شده است. اون حرف زجاج حرف تامی نبود که گفتن جواب قبل از لولا ذکر نمی شود. از آیه سوره قصص که روشنی معلوم می شود که خدای سبحان فرمود اگر ما قلب مادر موسی را نگرفته بودیم ممکن بود این قالب تویی کند. این کادت لطب دی بهی لولا ان ربتنا على قلبها، اینجا هم و هم بها لولا ان رعا برهان به، چون رعا برهان ربه همم نکرده است. بنابراین هم منتوی است، منتها سایه افکن این مسئله اخلاقی اخلاقی نیست، سایه افکنی مسئله اخلاقی مسئله عرفانی است. یعنی اون شهود نگذاشت این دست قصد خلاف بکند، نه خوفن من النار نه شوقن الالجنه لولا ان را برهان ربه. همونطور که در باره هسته ابراهیم آمد است و کذال که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اینا چون بیراه رفتن دست به این کار میزنن. ما برای اینکه کسی به مقام برسد، خدا غریق رحمت کند مرحوم شهید را به دیگران، این فصیبا را دادن که تزکیه نفس به غیر طریق شرع محرم است. بلکه ما میخوام به جایی برسیم یا نه؟ بله. رسیدن راه داره یا نه؟ بله. کی باید این راه را معین کنه؟ اونی که ما و راه و هدف را آفرید به الله. این که تو مراکز ذهن رواج دارد به مانند اون، هر جوری که انسان روح را در سختی قرار بدهد که از تن این نجات پیدا کند، یه چیزایی کشف میشه براش، یا حق یا باطل، حالا یا با جن تماس میگیره یا از اخبار غیبی مخابره مثل خود جنا. اما این که راه نیست، گفتن تزکیه نفس به غیر طریق شرع میشه محرم، اون ملامتی هم بیجا میکنن. اگر یه کسی واقعاً هم مردم را احترام بکند و هم هیچ بهایی برای مردم قائل نباشد، این میشه انسان کامل. خب حالا این میبینه اون نمیبینه، این مهد داره اون قهد داره، همیشه که اینجور نیست که. مردم بزرگند و محترم بله، اما تو به مردم چیکار داری؟ اینجور میپسندن اونجور نمیپسندن. ادب اجتماعی، احترام به مردم، بزرگداشت مردم یه مطلب است، قبل قرار دادن مردم مطلب دیگه است که مردم این رو قبول میکنن مردم اون رو قبول نمیکنن. خب ببین خدا چه قبول میکنن. این کار آسانی هم نیست. این خاندان اسمت به طهارت نهایت احترام رو برای مردم قائل بوده، نهایت ادب رو میکردن، اما مردم رو قبل قرار نمیدادن که مردم اینجور قبول میکنن مردم اونجور قبول نمیکنن. بعد ببینیم ادما یتقبل الله من المتقین او چه قبول میکنه.
نه اخلاق است. عرفان که مال خواص است. اون چی که الان همه ما موظفی مسئله اخلاق است. ما انشاءالله به اخلاق برسیم. الان مشکل ما تو جامعه مشکل اخلاقی است. یعنی معاده به اندازه کافی داریم، زمین به اندازه کافی داریم، آب به اندازه کافی داریم، نیرو به اندازه کافی داریم. هر جا کمبودی هست مشکل اخلاقی است دیگر. خب آخه اون که مثل است امیر نیست بفرماد به این که ما کنتو عبود ربن لب عرب، اون علی ابن ابی طالب میتلب. اینا که به اون مقام نرسیدن که درست است پیامبرن، اما اینها کجا بودن؟ بارکه علی ابن ابی طالب کجا بود؟ خب برای همین به جواز سلام نمی کرد، سبقت سلام داشت، به اون هم توقع نداشتن. اگه سلام نکرد به زن معنیش نیست که احترام نکرد، چون اون که واجب نیست. خب به دیگران سبقت سلام میکرد، اگه در جمع همه زن و مرد بودن هم سلام میکرد، چون اون اسوه است دیگر. اگر او اسوه است خب دیگران میگن که پس ما هم به زن جوان سلام بکنیم، در حالی که بعض از امور تو روایت هست ملاحظه فرمودید امش خلف الاسد ولا تمش خلف المرعه، گفتن اگر شیر داره راه میره پشت سر شیر راه بری اب نداره، اما پشت سر زن راه نرو. این که نمیشه حضرت به زن جوان سلام بکنه بعد بگیم ولی خب رسول الله اسوه حسن ما هم سلام بکنیم، که نمیشه. خب مطلب دیگر این است که این کلمه والله غالب على امره که در آیه 21 بود، بعضی از مفسران میگن این قصب این سوره بلکه قصب خود قرآن کریم است. آیات قرآن کریم خب یکسان نیستن. به تعبیر سیدر استاد رضوان داره بعضی از آیات یک سوره جزء قرار اون سوره هن. مثل که میگن فرون قصیده واسطه تل اقد است، بیت الغزل است. این گردن بند همه این دانه ها یه اندازه نیست، اون درشترین دانه را در وسط قرار میدن، میگن واسطه تل اقد. اقد یعنی گردن بند. اون دانه درشت شفاف را این وسط قرار میدن، میگن این بیت الغزل است، واسطه العقد است تو ادبیات و ماننده. در آیات قرآن میگن این جزء غرر آیات است، خیلی روشن است، خیلی شفاف است. بعضی از بزرگان میگوین این جمله والله غالب علی امره تعبیر ایشون است که قطب این بخش است. اومد شواهدی از آدم تا از یوسف ذکر میکنن که بالاخره مقدر این بود که آدم به دنیا بیاید، لذا اون حادثه پیش آمد. مقدر این بود که نوح وضعش به اون صورت در بیاید، فرون طوفان پیش آمد. مقدر این بود که فرون حادثه برای هسته ابراهیم پیش بیاید، فرون رخداد پدید آمد و مانند اون. همه اینها با حفظ اختیار است، یعنی ذات اقدس اله این شخص را از راه اختیار به این سمت و سو برد، با اینکه میتونه نره اون نشد دیگری. این پاداش های فراوانی که خدای سبحان بحث یوسف داد که به آسانی از این امتحان به در آمد، برای اون سوابق فراوانی بود که ایشون نشون داد. خدای سبحان هم فرمود این امتحان ها برای شما سخت، اما اگه شما در بخشی از این امتحانات سرفراز بیرون بیایید، بقیه امتحانات مشکل ما به شما کمک میکنیم. اما من اعطا و اتقا و صدق برسنا فسنو یسیره لیسرا، ما آسون میکنیم برای شما. خب این حادثه به این سختی رو در ذیل این مفسران، حالا بخشی از مرحوم داماد، بخشی از مفاهیم دیگه که در دوران طلبگی در حجره بودن، بالاخره بعضی مفسرین این رو زیاد نقل کردن که بالاخره یه زن ناشناس جوانی راه گم کرده بود، مسافر بود، شب به حجره طلبی پناهنده شد و او مشغول مطالعه بود و بالاخره وسوسه کرد و دست از مطالعه کشید، تمام این انگشتاش یکی پس از دیگری با این چراغ سوزون که سرگرم درد این باشه که مبادا حواسش جای دیگه بره. بعد هم پاداشای خوب بهش دادن. اینا هم تو این کتابای تفسیر هست، این البحر البدید فی تفسیر القرآن المجید بخشی از این صحنه ها رو نقل کرده است. حالا وجود مبارک هست یوسف اون برهان رب مال او بود، اما مسئله اخلاقیش که برای دیگران ممکنه که بود. اگر یک کسی یه مقداری راه بره فسن و یسره لیسرا، یه چند جلادا امتحان بده، بعد با آسانی در موارد سختی موفق میشه. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. هم را هم بعضیا به خاطر ضعیف حمل کردن، همه به ها یعنی خیلی خاطر ضعیف، گرچه اونم درست نیست چون منفیست، برای اینکه جوابش لولاست، لکن گفتن هم به معنای خاطر ضعیف است
نظیر آیه 110 سوره مبارکه یوسف که بین صورت است، حتی از تی اثر رسولو و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. رسول ناامید شدن و گمان کردن که وعده ما معاذ الله درست نیست. این ظنو یعنی در خاطری اونها خطور کرد، نه اینکه واقعا گمان کردن، که هم به معنای خطور خاطر ضعیف است، لکن اینجا چون لولا آمده هم ورو به معنای خطور خاطر ضعیف باشدم باز منتفی است. والحمدلله رب العالمین.